قبل از اینکه با کسی صحبت بکنیم من میخواستم دو تا مغلطه رو با هم بررسی کنیم خب یکی میخواستم یه دونه مقلطه بررسی کنم ولی بابا یه چیز قبل از اینکه بریم لایف به من گفت خواستم اون یکی را هم در صحبت کنیم خب او همین الان رابین و... رابین کسایی که دارم میان بالا یه ذره سب کنم من سریع دو تا مقلطه رو میگم خب آره بیم... دوستان عزیز بذاریم من یه مثلا بیاین درباره همجنسگرایی صحبت کنیم خب بابا که به نظرت همجنسگرایی اشکال داره به هیچ وجه یه دلیلی که خیلی هم میارن برای اینکه همجنسگرایی اشکالی نداره اینی که طبیعیه و تو طبیعت هم اتفاق میفته و خیلی از ای ایونا این کار انجام میدن نظر درباره این دلیل چیه خب طبیعی رو از چه جهت دارید در نظر میگیم چون تدم میگم نه طبیعو. خیلی طبیعی از طبی... نظر طب... بیولوژی داری میگی آره آره خب بله من از نظر بیولوژی دقیقا قبول دارم بایده... بایده... خب... این قضیه رو مو... آره موجودات بسیاری از موجودات دیده میشه اینا درسته این حرف درسته که تو موجودات دیگه هم این دیده میشه و این طبیعی هست ولی این دلیل خوبی نیست برای اینکه چرا همجنسگرایی هیچ اشکالی نداره خب این اسمش یه مغلطه هست به این میگن مغلطه توسل به طبیعت خب من الان این مغلطه رو میارم خب این مغلطه رو میشه مغلطه توسل به طبیعت یا appeal to nature خب تعریف این مغلطه اینه که خب تعریف مقوته توسط به طبیعت موقعی پیش میاد که گوینده ادعا کند طبیعی بودن بهتر از غیر طبیعی بودن است این بیانیه بایون... باوری را این ب... درست میگم باوری رایج بین مردم است اینکه هر چیزی که طبیعی است خوب و هر چیز غیر طبیعی بد است این میشه ادعایی که مردم میکنن که فکر هر چیزی که طبیعی خوبه هر چیزی که غیر طبیعی بده یه مثال خیلی راحت هم که میشه زد Uh, مثلا ببینیم uh, اینکه یک پلنگ بیاد شما رو بخوره uh, این تا, کاملا طبیعیه خب ولی اینکه شما سوار هواپیما بشین این کاملا غیر طبیعیه خب ولی خب شما کدوم رو ترجیح میدید شما ترجیح کدومش بهتره uh, یعنی یه چیز طبیعی بودن معنیش نیست که خوبه Uh, بابا اگه من میوتت کردم چون که صدام اکو داره اگه میشه صدای من رو کم کن که اکوش کمتر بشه مثلا به این الگوی منطقی میگن x طبیعی است y طبیعی نیست بنابراین x از y x بهتر از y هست خب این کاملا مقلط هست خب این دلیل نمیشه که همجنسگرایی اشکالی نداره تنها دلیلی که ما لازم داریم برای که بگیم همجنسگرایی اشکال نداره همون ما از از اخلاقی چجوری بررسی میکنیم چیزی رو که ما استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم چیز اخلاقی هست یا نه همون یوتیلیتریانیسم هست یعنی که بهش میشه فارسیش میشه فایده گرایی یا سودمندگرایی یعنی ما به این دلیل میگیم همجنس گرایی هیچ اشکالی نداره برای اینکه هیچ ضرری برای کسی نداره خب یا یعنی اینکه میتونیم بگیم فایدش از ضررش بیشتره بر همین به این دلیل هست که میگیم از اخلاقی هیچ اشکالی نداره یعنی اگه که اگه که همجنسگرایی غیر طبیعی بود البته که میگن طبیعه درسته خب ولی اگر غیر طبیعی بود حتی اگه غیر طبیعی بود چون ضرری برای کسی نداره هیچ اشکالی نداره خب اینو من سریع گفتم بابک تو نظری داری در برین اینکه من برم سراغ مقلاته بعدی نه خب نظر درست اما بس بحث, اصلی اینه که اولین من فکر میکنم اول مهمترین اصلی اینه که بحث طبیعتش باید در نظر دیگه حالا بعد بریم سراغ بعد بریم سراغ اینکه فایده داره یا من فکر میکنم... نه چرا طبیعتش ربطی چی بر... طبیعتش بر... چون من فکر میکنم کسایی هم به هر حال محققینی هم که در مورد این قضیه اومدن به هر حال روش کار کردن اه... عملا من فکر میکنم که از همین بحث علمش رو استفاده کردن و گشتن ببینن طبیعی از تو مجرای دیگر هست نیست چه عواملی باعث میشه متوجه ایدم چی میگم نه این حرف اشتباهه برای اینکه دلیلی که اونا میان بررسی میکنن خاطر دلیل علمی خودشونه خب نه اینکه ببینن اخلاقیه یا نه خب استدلالی که من نمیگم که هیچ اه اهمیتی نداره هم. که ما ببینیم این طبیعی هست یا نه بالاخره کسایی که تحقیق میکنن تحقیق زیستی میکنن اونا به دلایل خودشون میخوان یه چیزی رو ببینن که از کجا میاد چرا وجود داره چرا تو طبیعت ارزشی نداره که ما ببینیم این طبیعی هست یا نیست خب ارزش که داره معلوم که داره نه بذار من بگم من استلالی رو که در اومدم اینجا نقد کردم این استلال بود که چون طبیعی هست برای همین اخلاقیه این غلطه طبیعی بودن یه چیزی که طبیعی باشه طبیعی بودنش بهترش نمیکنه خب من نمیگم که نیام ببینیم که طبیعی هست یا نه این یه مغلطه خیلی معروف هم هست appeal to nature یا توسط به طبیعت یک مغلطه خیلی چیز هست معروفی هست که خیلی استفاده میکنه هیچ ربطی نداره یه چیزی میتونه کاملا طبیعی باشه و خیلی مزر و خطرناک خب سم مار خب یه چیزی میتونه به شدت مصنوعی باشه مثل MIR ولی کلی به نفع مردم باشه این طبیعی بودنش ربطی با خوب خوب بودن یا بد بودنش نداره آرمین درسته اما بحث سر اینه که ما وقتی که مثلا همین در مورد ال ها صحبت میکنیم یا همین که صحبت میکنیم بحث سر اینه که وقتی که با باورمندان به دینی داری در این قضیه صحبت حتما باید اونا همین الان طبیعتش رو انکار میکنن متوجه چی همون که تو شما میگی که به عنوان مثال مغلطه هستش همونو قبول ندارن و انکار میکنن میگن جد خب بله برای می این شما تو تله میافتین خب اونا میان میگن طبیعی بودنشو اگه یه کسی بیاد بگه این طبیعی نیست شما نباید بیان دفاع بکنید از هم گرایی به عنوان اخلاقی بودن به خاطر اینکه طبیعیه شما باید جواب بدین که اولا که از علمی حرفتون اشتباهه خب برای اینکه طبیعی هست ولی اخلاقی بودنش ربطی با طبیعی بودنش نداره شما میتونید این دو چیز این دو تا رو از هم جدا کنید خب اگه یه کسی که دین داریم ببین اگه یه کسی که دین داریم میگه که این طبیعی نیست شما نباید بیان یه مغلطه به خاطر که اونا حرفشون اشتباهه شما هم دفاعتون ب... یه مغلطه باشه شما میتونید اینا رو هر کدومشو بذارید تو جعبه خودشون میتونید میگی شما دو تا اشتباه کردین اینجا یکی از از این یه, یه استدلال منطقی اشتباه کردین یکم از از علمی حرف اشتباهی زدین. از از علمی حرفتون اشتباهه چون طبیعیه ولی این طبیعی بودن یا نبودنش ربطی با اخلاقی بودنش نداره اخلاقیه برای اینکه به کسی ضرری برای کسی ضرری نداره نه اینکه بخاطر خاطر اینکه طبیعیه اینا رو خیلی جفت جفتش رو میتونید یعنی تو تله نیافتین که چون یه نفر داری حرف اشتباهی میزنه چون به بخاطر باورمندان به دین یا من عملا میگم در و مسلمان اونا اعتقاد دارین دارن که مزر است خب چه یعنی زرد ببین خب خب ما بحث باید سر اون بشه ببین اصلا داری منحرف میشه از چیزی که میگم باباکا باید بحث سر این باشه که نشون بدیم که چرا مزر نیست نه اینکه چرا طبیعیه شما اگه بخواید توضیح بدین چرا طبیعیه برای همین اخلاقیه دارین مغلطه توسل به طبیعت میکنید این خیلی ساده است که حالا اونا میگن که مزره خب بس بس این بشه که ما بگیم مضر نیست اونا میگن مضر من میگم موضوع بس باید این بشه نه اینکه طبیعیه طبیعی بودنش ربطی با اخلاقی بودنش نداره اگه طبیعی یعنی خوب خب بیا سم ما رو ببینیم چه آره خیلی خب یه توضیحو دادم بریم سراغ مغلطه بعدی اگه میشه مقلت بنکی. رو کم بگو من واقعا دیگه موندم چجوری حرف بزنم من حرفی بزنیم مقلت به حساب بیاد نه ببین این حرف دلان مقنطه است ببین نمیشه که ما مقلت هست نکنیم همیشه ما حتی کسی هم همه به لخری مقلت اشتباه میکنن خب ولی اگه بشناسیم مقلت ها رو تعدادش میتونیم کمتر بکنیم خب فردا اگه کسی اومد گفتش که این دارو دار بیمارستان مثلا این داروهایی که تو بیمارستان بهت میدن خوب نیست برای اینکه طبیعی نیست بیا من به داروای طبیعی بدم برای اینکه اینا طبیعی حتما بهتره با خودت میگی که این همون مغلطه توصل به طبیعته این دارو، این چیزای چرت پرتی که مثلا میگن این سنتی سنتی مثلا طبیعیه برای همین اینا اونایی که تو بیمارستان بهت میدن مصنوعیه برای همین خطرناکه ولی اینایی که به سنتی داروهای طبیعی به میده در همین حتما بهتره تو میفهمی که این حرف چرت و پرته چون یه چیز طبیعی معنیش نیست که حتما بهتره خب این ارزش داره دونستن این خب اوکی درست پس الان در این مورد تو به در مورد این مغلطه توسل به طبیعت بحث طبیعی که میشه اونی که در طبیعت وجود داره در این صحبت میکنی درسته بله دیگه هم نچرال اپیل تو نیچر خب من سریع به این رابینم الان منتظره بزرم من الان رابینم تو به ما تو چه گفت سیل و زلزله هم طبیعه خیلی بخواد حرف بزنه آره آره, آره سری سریع خب بزرم من مقلطه بعدی رو بگم خب مغلطه بعدی درباره اینه که خیلی از اینو بابا که چیز قبل از لایفشت گفت که من گفتم اینم بینم اشاره کنم خیلی از اسلام ستیزا ما خودمون اسلام ستیزیم ولی من از این مغلطه استفاده نمی‌کنم. میگن که چرا مثلا وقتی میخوان دفاع بکنن که ما مثلا چرا مثلا به پیغمبر اسلام توهین میکنیم خب میگن چرا این از این میخوان از این دفاع کنن میگن که خب این اشکال نداره که ما به پیغمبر اسلام توهین بکنیم به خاطر اینکه مسلمان خودشون اصلا تمام دینشون توهین به عقاید بقیه است خب چون مسلمانها ها عقایدش از قرآن اگه بخونی تو خیلی بالاتر توهین که هیچی ما اصلا باید شکنجه بشیم تا عبد ما حیوان خب. خطاب کرده آره یعنی اصلا از توهین هم که گذشته خب میگن که چون اسلام اینجوری صحبت میکنه در برای کسایی که مسلمون نیستن یا کسایی که مرتد هستن یا کافرن یا هر چیز دیگه برای همین این توجیه میکنه که چرا ما میتونیم به اسلام و محمد و اینجوریزا توهین بکنیم این هم یه مقلطه هست خب این مغلطه ای تو همچنینی هست خب تعریف این مغلطه مغلط مقلت تعریف هم... مق... خب این حمله شخصی فقط این سو. چون ما حمله های شخصی مختلفی داریم خب این مغلطه حمله شخصی خاصی به اسم تو همچنینی هست که موقعی پیش می که یک شخص به بهانه عدم سازگاری گفتار و کردار طرف بحثش استلال هایش رو رد میکنه مثلا بیاریم این مثال بزنیم مثال یک هلگا هلگا آره. هلگا میگه نباید این غذا رو بخوری از لحاظ علمی ثابت شده که خوردن برگرهای پرچرب پرچرب برای سلامتی خوب نیست هیو 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 میگه جواب میده تو خودت همیشه برگرهای پرچرب میخوری بنابراین داری حرف مفت میزنی توضیح اهمیتی ندارد که هلگا به توصیه خودش عمل میکند یا نه البته شاید اینطور به نظر برسد که هلگا چون به س... به صحت توصیهش باور ندارد با آن عمل نمی کند ولی دلیل اصلی, دلیل اصلی ممکن است علاقه وافر وافر او به برگرهای پرچرب باشد طوری که نتواند در مقابل, در مقابل خوردنشان مقاومت کند یعنی ببینیم ما اگه بخوایم ببینیم حرف هلگا درسته یا نه ربطی نداره که خودش برگرای پرچپ میخوره یا نه حتی اگه خودش هم برگرای میخوره ممکن حرفش درست باشه خب یعنی اگه مثلا یه نفر بیاد بگه که مثلا ما به پیغمبر اسلام نباید توهین بکنیم حتی اگه خودشونم هم به ما توهین میکنن ممکن حرفش درست باشه اینکه خودش مثلا یه کاری رو که توضیح میکنه انجام نمیده یا به یه دینی اعتقاد داره که اون اصولی رو که مثلا خودش بهش اعتقاد داره را نمیکنه معنیش نیست که حرفش اشتباه باشه ممکنه جفتش اشتباه باشه خب ما دلیل من که مثلا به پیغمبر اسلام توهین میکنم دلیلش این نیست که خب اونا هم این کارو میکنن پس ما هم میتونیم این کارو بکنیم ما دلایل دیگه داریم مثلا یکی از علیمون اینه, که اینا اولا که پیغمبر اسلام فقط زندگیشو بخوای توصیف بکنی خودش توهینه یعنی فقط بخونی داستان زندگیش خودش میشه توهین یکی این Uh, یکی دیگه هم این که خب آزادیه به خاطر اینکه uh, این فقط ماورای این که ما بخوایم مثلا به, به طور با حق اصلا توصیف بکنیم که ما هم پیغمبر اسلام چه جور آدمی بوده چون خیلی از کشورها uh, این حرفا غیر قانونی هست uh, و بعضی جاها uh, با ترس و وحشت و اینا میخوان جلوی حرف زدن شما رو بگیرن ما با خاطر جنگ برای آزادی بیان هست که مثلا یکی, یکی از چندین دلیلمون هست که مثلا توهین میکنیم به پیغمبر اسلام دلیلمون اینه نه اینکه چون اونا همین کار میکنن پس ما بابک نظرت تو در چیه نه خب ما در مورد مقدسات هر جور به هر شکلی بخوایم صحبت بکنیم به هر حال توهین به حساب میاد اصلا امکان نداره ولی یک امری که برای یک نفر مقدسه تو به هر شکلی بخوای اونو نقدش بکنی عملا یه اون اون امری که برای اون فرد مقدسه توهین براش به حساب میاد چون اصلا اون خود اون نقد میشه توهین آره بر... ولی اون میشه توهین از غیر عمد من میگم توهین از عمد هم میکنی خب تو مثلا موقع مثلا یه نقد میکنی از مقدسات یک شخصی هدف توهین نبوده ولی اونا چون انقدر مقدساتشون براشون مهمه همین نقد محترمانه تو هم براشون میشه توهین خب من دارم میگم نه ما از عمدن بعضی از موقع توهین میکنیم ما از مثلا یه کسایی میگن که این غیر قانونیه که شما مثلا به زور میخوان ما توهین نکنیم ما میگیم این چون به زور قراره که توهین نکنیم ما اتفاقا میگم توهین میکنیم که این کاربرد روش شما رو برای جلوگیری از آزادی بیان و رو بیاریم پایین که هر موقع شما به زور خواستین جلوی حرف کسی رو بگیرین تعداد اون حرف اتفاقا بیشتر بشه که کاربرد این روش شما رو بیاریم پایین که زورگویی رو یعنی کاربرد زورگویی رو بیاریم پایین آره درسته میگم البته این موردی هم که پیش اومده بود تو کلاب هاست بکنم خیلی از بچه هم بودم بودن بچه ها توی روم کابه اینا بوده البته من. قبل از اون جای دیگه مسئلهی که بود این بود که اصلا تو حساب کن بچه ها اومدن یه فرادی نقدی کرده طرف معمم بوده معمم یعنی به حساب آخوند بوده اون فردی که اون نقد, اون نقد کرده رو به اه... به باد فوش گرفت یعنی اصلا به پدر و مادرش و اینا عملا توهین کرد هیچ نوع اه, چی میگم نمون درست گوش بده نقد این طرف چیه به چه صورتی هستش اه, و این هم بیشتر میگم از طرف مسلمان ها معمولا پیش میاد این قضیه این مقلطه که داری صحبت میکنه چون میان ها رو میکنن یک نفر میاد یک نقد کوتاهی در مورد حالا به هر شکلی برای قسمت از دینشون انجام میدن اونها دوباره توهین شخصی رو شروع میکنن این فقط... اون مغلطه نیست نه. نه این اون نیست داره خیلی خوب آره آه، آه، آره نه من فقط میگم که چون که مثلا اگه مثلا مثال داریم برای که یه سری مسلمان های میکنن این دلیل این که بس توجیهش این دلیل نمیشه که پس ما حق داریم توهین بکنیم خب ما دلایل دیگه داریم خب ما تو حق توهین داریم و توهین هم میکنیم به پیغمبر اسلام ولی دلیلمون این نیست که خب شما انقدر بی‌احترامی میکنیم پس ما حق داریم آه آه ما آه حت... آه من میگم حتی مسلمان ها حتی هیچ کدومشون هم مثلا حتی فرض کنیم اسلام کاملا به هیچ ادیان دیگه و به هی... کسایی که هیچ ادیانی ندارن هیچ توهینی هم نکرده بود و مسلمان هم به طور کامل همیشه 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 محترم محترم به هیچ کس هم بی حتی تو اون شرایط اگه بخوام بیان بگم ببین ما کاملا با محترمانه صحبت میکنیم ما دینمون هم هیچ عقیده‌ای نداره که بخواد به دین کسای عقاید کسای دیگه بی احترامی بکنه این هم وجود نداره ولی ما میخوایم بگیم که برای شما مجازاتی قائل میشیم اگه به شما به دین ما توهین بکنه تو اون شرایط من بازم میام میگم خب پس من باید توهین کنم <تصفح> میذارم چه حتی اگه همه مسلمان ها هیچ کدومشون توهین نکنن دینشون هم توهینی به کسی نکنه تو اون شرایط اگه بخوان زورگویی بکنن من میگم باید به دینشون ما باید حتما توهین بکنیم که این کاربورد نداشته باشه یازی رو ببین چی نوشته نوشته آیه قرآن گفته به معبود کسانی که غیر خدا را میپرستن توهین نکنید بعد شما میگید ما مسلمان ها توهین میکنیم ب. تو مگه همه قرآن رو نخوندی تو حافظ شیرازی یعنی با... چی تو قرآن... قر... این حافظ شیرازی مسلمانه آره مگه مگه میشه نخ... مگه میشه حرف رو کسی بزنه حافظ شیرازی تو همه قرآن نخوندی بقیه قرآن ندیدی که در کافر و مرتد و همینا چه جور صحبت میشه اصلا تمام قرآن فرش به کافر اصلا یه سوره ما داریم داریم ولی اکثر سوره ها در برای شکنجه و بلایی قرار خدا سر ما بیاره حدیث ها رو که اگه دیگه بهش اضافه بکنی که دیگه ما همون علی بود که همه بی خدایان آتیش میزد مرتدا که قرار سرشونو ببرن اصلا توهین گذشته هر کسی هم که مسلمان قرار باشه قرار تا جهنم تا ابد بسوزه چه حرفیه خسته نباشین یه آیه برای من پیدا کرده که انگار به ما احترام گذاشتم بقیه اورنجی چی نه. این ترجمه میشه جالب نوشته به معبود کسانی که غیر خدا رو میپرستن یعنی به خود اونا میتونی توهین کنی به معبودشون نه فقط این سرشونو آتیش. بزنین آتیششون بزنین آره نه منظورش اینه که اگر کسی به زئوس اعتقاد داره تو به زئوس نکن اما به خود اون فرد میتونی این کنی بعد این آیه مکیه یا مدنی این حتما مک... آیه زمان مکیه استعمال زیاد آره برای که محمد حرفش وقتی که رفت مدینه همه چیش عوض شد زمان احتمالا من این یه آیه زمان تو دوران مکهش باشه چون وقتی که تو, مکه بود باید یه جوری حرف می که این قریشی ها دیگه هم دیگه بهش فشار نیارن. بعد که دیگه فرار کرد رفت مدینه دیگه همه نفع حرف زدنش عوض شد دیگه اون موقعی که قدرت اومد دستش اتفاقا برداشتی که برداشتی که, که یک مسلمان میتونه داشته باشه اینه که توی آیه که زمانی که محمد تو مکه بود آیه مکی مکیه مکی مکی مکیه, مکیه, مکیه میتونه برداشت این باشه که ببین محمد موقعی که قدرت دستش نبود میگفتش که مثلا به خدایان دیگه مثلا احترام بذاری بعد که قدرت اومد دستش تو مدینه گفتش که دیگه حرف من حرف, حرف من هر هم که گوش نکنه سرش بزنه خب Uh, پس, می, پس اگه جفتش شده نظر بگیریم پس پیام قرآن اینه که تا وقتی که قدرت دستتون نباشه احترام بذارین به ادیان کسان دیگه تو وقت ولی سب کنیم قدرت که دستتون اومد دیگه همه چی عوض میشه دقیقا می uh, ل... رابینا... رابینا... پدرگردنه... میگم دقیقا لایک را تبدیل شد به اینکه کافران هر جا دیدید گردنش رو بزن there